قسمت طرح محدودیت ورود به ایالات متحده احتمال انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم توصیه هایی برای شکست داعش و قانونگذار جمهوری خواهی که در برابر رئیس جمهوری ایستاده است موضوع چهار مقاله در لس آنجلس تایمز، بریت بارت، نیویورک تایمز و ای بی سی نیوز هستند. براین بنت و نوآ در مقاله در لس آنجلس تایمز با عنوان مشاوران کاخ سفید که طرح ممنوعیت سفر ترامپ را نوشتند آن را تازه نقطه آغاز می‌بینند می نویسند مشاوران رئیس جمهوری آمریکا در امور مهاجرت خود را در آغاز تجربه رادیکال برای دگرگون کردن بنیادی روند تصمیم گیری آمریکا برای دادن اجازه ورود مهاجران به آمریکا می بینند. روندی که در آن از منظر آنها باید جلوی ورود مهاجرانی که جذب جامعه آمریکا نمیشوند گرفته شود یکی از مقامات کاخ سفید میگوید ما نمیخواهیم 20 تا 30 سال دیگر در وضعیتی باشیم که حملات تروریستی داخلی در فروشگاه ها و بستن فرودگاه ها و یافتن بمپ های جاگذاری شده در خودروها در خیابان های آمریکا به امری معمول بدل شده باشد. جک تون هابن در مقاله در بریتبارد با عنوان ترامپ تصمیم درباره انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم به زودی اعلام می شود می پرزیدنت ترامپ در مصاحبه تلویزیونی در روز یکشنبه گفت من در حال بررسی سفت و سخت و مطالعه آن هستم. این تصمیمی بسیار بزرگ است زیرا هر رئیس جمهوری قبلی آمریکا هم خواسته در این باری کاری کند سرانجام اقدامی نکرده است. من در آینده نچندان دور در این باره تصمیم خواهم گرفت و به زودی در این باره موضعمان را اعلام می کنیم. فلسطینیان تهدید کردند که انتقال سفارت آمریکا از تلاویب به اورشلیم به خشونت منجر خواهد شد. آنتونی بلینکن در یادداشتی در نیویورک تایمز با عنوان برای شکست داعش کردهای سوریه را مسلح کنید می نویسد پرزیدنت ترامپ این هفته در نخستین جلسهاش با اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید با این پرسش روبرو خواهد شد که آیا جنگجویان کرد سوری را برای آزادی رقه تجهیز کند یا نه پت موسل و رقه عملا به معنای برچیده شدن پایتخت خلافت خودخوانده داعش است تنها نیرویی که قابلیت تصرف رقه را دارد شبه نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه هستند پرزیدنت ترامپ همچنین باید از عملیات ترکیه در سوریه حمایت کند و در طرح مهاجرتیش تجدید نظر کند زیرا به داعش که در وضعیتی ضعیف است برای جذب نیرو خوراک تبلیغاتی میدهد ریچارد لرتنر در مقاله‌ای در اسوسییتد پرس با عنوان مکین به عنوان جمهوری‌خواه ارشد مخالف ترامپ ظهور می‌کند، می‌نویسد رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا راه خود را از رئیس جمهور جدا کرده است. انتقاد به فرمان مهاجرتی پرزیدنت ترامپ، هشدار نسبت به نرمش در برابر مسکو، توصیه درباره غیرقانونی بودن شکنجه و حمایت نسبی از رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشنهادی مجموعی از رویکردهای قانونگذار با نفوذ جمهوری خواه در برابر دولت ترامپ است. مکه این همچنین درباره عقبگرد پرزیدنت ترامپ از توافقهای تجارت آزاد او را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. رضایگانه صدای آمریکا واشنگتن.